بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. استاندار مرکز اقلیم کردستان در شمال عراق پیش بینی کرده که بیش از 500,000 زائر ایرانی برای زیارت عتبات عالیات وارد اقلیم شوند. استاندار اربیل مرکز اقلیم کردستان روز یکشنبه 1 مرداد در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با استاندار آذربایجان غربی اعلام کرد که با یکدیگر بر سر استقبال از زائرین ایرانی در گذرگاه مرزی حاج عمران تمرچین میان این دو استان به توافق رسیدند. استاندار اربیل در شمال عراق در ادامه نیز خاطر نشان ساخت دولت اقلیم کردستان اقدام به ارائه تمامی تسهیلات و تدابیر لازم برای زائران ایرانی خواهد کرد. به گفته وی، چندین نشست میان وزرای کشور ایران و امور داخلی اقلیم کردستان برگزار شده و اقلیم خواستار افتتاح گذرگاه جدیدی میان دو طرف شده است. فعالان روهینگیا در بنگلادش خواستار افزایش فشارها بر میانمار برای بازگشت به کشورشان از جامعه بین المللی شدند. لازم به ذکر است مسلمانان روهینگیا و سایر اقلیت‌ها در میانمار از چندین دهه تبعیض و آزار و اذیت سازماندهی شده، از جمله سرکوب نظامی سال 2017 که منجر به کشته شدن هزاران نفر و آواره شدن صدها هزار نفر از ایالت راخین شد، رنج بردند. در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌های چند روز اخیر در افغانستان، 31 تن جان باخته و 74 تن دیگر زخمی شدند. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث تحت تسلط گروه طالبان اعلام کرده که در 3 روز گذشته در پی سرازیر شدن سیلاب‌ها در 7 استان این کشور 31 تن جان باختند و 74 تن دیگر زخمی شدند. به گفته مقامات این وزارت، سیلاب‌های اخیر بیش از 600 منزل مسکونی و صدها جریب زمین کشاورزی را هم ویران کرده است. این در حالی است که بر اساس گزارش‌ها طی 4 ماه گذشته 214 تن در اثر حوادث طبیعی در افغانستان جان باخته و 320 نفر دیگر هم زخمی شدند.